4 و 5. بله این هم خوبه. 1 و 2 و 3 برو بچا. 6 و 7 و این هم که ایجور. 1 و 2 و 3 و 4. اونم که اونا رو پر کنم. نه حواستم از خواهد باید یه دقیقه مستم. 1 و 2 و 3 و ببین اکبر جان اجور که من فکرش کردم اینجا چون سراشیبیش رو به پایینه این رابش خود به خود میفته ایور اینجا رو میکنیم کلن آشپزخانه اونم میشه انبارش این برنج برنج همه میفته ایور بعد داشته باش دم در اوور گلاب برود گلاب برود اونجا توالت ها کلن میفته اوور یعنی هم مردانه سوا زنانه هم سوا که اینجوری بهتره استرس دام نداره حالا داشته باش ایور رو کلن از این سر تا او سر همه رو از این میزای قهوه خانه میذاریم که این بازاری سنتی ها بیان پنج شن روش آبگوش با آبگوش بخورن این جاهارم هم کلن گله به گله همین جورو میز و صندلی میذاریم یعنی اونجوری که من نظرم بود هم یه جوری سنتی باشه هم کلاسیک باشه سقف باشم اونجور حفره حفره همین جوری درست میکنیم گچبری بعد این نقاش میاریم این عکسای شاهنامه رستم و سهراب و زلیخا و شیرین و فرهاد و اینا رو بکشن این وسط از بالاش هم نور گله به گله همینجوری میپاشه رو سر جمعیت حالا داشته باش چی بشه ای خدا این کارگرا لباسای خوشگل سبز یک دست دور یخشان سفید موهاش آلا گارسونی همجی سینی به دست ای میان وسط جمعیت قضا میذارن دوباره برمیگردن قضا میذارن دوباره جمعیت دم در کیب آقا برادر من وایسا نوبتیه دیگه بعد دم در اینجا چه کار میکنیم؟ دخل مخل ما نمیذاریم اینجا اگر جمعیت زیاد شد میگیم آقا بریم بنشین تو ماشینتان ما خودمون به نوبت صدا میکنیم با بلنگو وای اکبر من اصلا فکرش نکردم آ این همه ماشین بنده خدا کجا پارک کنن؟ تموم شد دستت درد نکنه تمام شد تازه اولش قربانت برم تمام شد حرفایی میزنی ها آخه این نفس هم بندم از جوادی خوب میشه بله اون وقت این نقشه ها رو کی کشیده؟ ما دیه منظورت چیه؟ ما یعنی کی؟ خب یعنی من و تو عرض میخوام چیزی میخوای بگی؟ راحت باش بگو چرا چپکی حرف میزنی؟ من تو که این حرفا رو نداریم که اتفاقا من دارم حرفم رو راحت میزنم من که یادم نمیاد نقشه کشیده باشم از اون لحاظ ببین اکبر جان سرمایه گذاران بره خودشون بالاخره یه سلیقه‌ای دارن یه نظری دارن ندارن؟ ببین صفتر اینجا اگه قرار بشه بشه رستوران رستورانی میشه که من میگم خب رستورانی هم که من میگم جای همه چی جاییه که من میگم شیرف هم شد آقا ولی به جان خودم اینجا عالی میشه در قیامت چیپ تا کیپ مشتری میاد نه؟ داخل مرد حسابی اگه سرمایه گذاری در کار نباشه رستورانی هم که در کار نیست من که خودم یه قران آه در بساط ندارم او از من تونم که هرچی تو او آشپزخانه عرق ریختی پول در آوردی دست آخر کردیش تو جیب مینو خانم خلاص یه آبم روش اگه یه فکر دیگه داری خب بگو منم بدانم آره یه فکر عالی تو کلم دارم بفرما بگو میریم خونه اکبر جان قربانت برم قر نکن قربان او احمد برم داخل منم تحت فشارم ایه طرف با تونه راضی کنم ایه طرف او سرمایه گذاره کلنگ من رایت آقا من یه هفته نرفتم رو مخو اونا رفتم یا نرفتم آب خیلی رفت آقا بفرما واسه ما صندلی میذاری اون وسط میتمرگی فکر میکنی رئیس شدی؟ چرا همه میخوان رئیس بشن واسه من؟ بچه تو اکبر این حرفا چیه میزنه قربانت برم اصلا تو بیا رئیس شو حله؟ من میرم خونه تو هم بشین روی صندلیت که جات گرم شه من نشتم سر جام جام گرمه اکبر جان قربانت برم من بری خودت میگم به اون رفاقتی که بینمان هست قسم من یه چیزی میدانم که بهشت میگم برادر من گوش کن دیه تو دستت بذار تو دست من رستوران که سهله همه چیه برات درست میکنم
من درستت میکنم. آب من با سرمایه گذاره جنابالی توی چوب نمیره. اینه تو کلت فرو کن. بیخیال. گرفتم. چشت با اون رستوران ها افتاده پات شل شده. برو برو خودش تبنده رو دست پاچه. تو واقعا خوبم شدم از اینجا. برو خود تبنده رو دست پاچه. بشش بگو غلط کردم. اشتباه کردم. نفهمیدم. شاید دلش راضی بشه. دوباره ببرت تو آشپز کنه کار کن. ببن بیدهانه تو. ای خدا چه. آقا چه ضرب دستی داشتی اکبر آقا. ای مردم. آقا کمک کن من خواهد. بخی سر پا بینیم بابا، حواسم بود، صندلی پلاستیکی بود. پلاستیکی خود درد که داشت آقا من. ای مرده. آقا من، یعنی به هم خور؟ رفت؟ به چی تو؟ کجا بره؟ یه خورده فشارش افتاد، خانوادگی همی جوری هم. تو فقط مخ ای یارو ساب ملک اینجا را بذارش تو فرقون ببره شواخوری. اکبر خوشش آمد جان تو. آره؟ من تو چشماش خونه ای کجا رفید در بدم؟ اومان ولی خیلی افشود به جان خودم خیلی نون توشه. درستش میکنیم بنیش. خیابونو گذاشتی رو سره؟ میبینم کرکرتون پایینه. خدا بد نده. چی شده تعطیل کردین؟ تعمیرات داریم. خودمون تو لوله بخاری بزرگ شدیم بابا. تو دیگه ما رو سیاه نکن. برو بگو بچه‌ها بیان بارا رو خالی کنن. مگه خانم نگفت دیگه این ور آفتابی نشی؟ بشین منیم بابا. اخ خداش باشه واسه تون جنس میارن. برو بگو صاحبت بیا. شرمنده، خانم نیست، رستورانم فعلا تعطیله. من با خانم چی کار دارم ای خانم خانم؟ برو بگو اکبر آقا بیا. ده. بفرما. الو. خانم خودشون اومدن. امیر خانم من با شما تماس میگیرم، نیم ساعت دیگه. قربونتون، خداحافظ. سلام خانم. سلام. سلام علیکم خانم. بار آوردم برات. بی خود آوردی. ما میخوایم از یکی دیگه بار بگیریم. خبرشو دارم از کی میخواین جنس بگیریم. اما خانم این رسمش نیست. این که بنداز بنداز کنی رسمشه. کدوم بنداز بنداز خانم؟ شما مثل که یادتون رفته تو چند وقت پیش کی میرفت از شمال براتون برنج قصی بار میزد میآورد. اون موقعش هم اگه میدونستم جنس جلبه از یکی دیگه بار میگرفتم. جنس خودم جلبه. جنسی که براتون میآوردم چی؟ کی میشناختتون که بهتون بار نسیه بده؟ اون مال زمان اکبر آقا بود. حالا دیگه نمیخوام از تو جنس بگیرم. من با شما کاری ندارم. بریم بگی اکبر آقا بیاد دم در. اکبر آقا دیگه اینجا نیست. پس لطفاً بهشون بگین اون حساب آخری ما رو تسویه کنن ما بریم. بهت میگم اکبر آقا دیگه اینجا نیست. اگرم حساب کتابی داری برو پیداش کن از خودش بگیر. بله شنفتم با هم حرفتون شده. بالاخره که چی برمیگرده دیگه. اکبر اگه جربوزه داشتی یه آدم بی تربیتی مثل تو رو پس دست خودش نمیذاشت هرچی جنس بنجله بهش بندازه. اه آها
شما مثل اینکه یادتون رفته از صدقه سر همین جلسه بنجل منی که رستورانتون شده انقدر بتره که چشم حسود. خانم بهتون گفته باشم من اکبر نیستم که نتونم حقمو بگیرم. اینقدر اکبر اکبر نکن، اکبر مرد. نه خیر خانم، من نمردم، اتفاقا خیلی هم سرحال و قبراقم. من نمردم، نمیذارم کسی حقمو بخوره. ما منظوری نداشتیم اکبر آقا. سلام علیکم. دفعه آخرت هم باشه با یه خانم اینجوری حرف بزنی. ما که حرفی نزدیم آقا، گفتیم بار آوردیم بچه ها بیان خالی کنن. ایشون هم میگه نمیخواد از تو بار بگیره. بازم حرف داری؟ والا ما شنفتیم شما دیگه نمیای رستوران، گفتیم حالا که اینجوریه پس بیایم تصویر حساب کنیم، حساب کتابا رو چی روشن کنیم. همین حساب کتابا مگه داری؟ مثل بچه ی آدم میای میگیری و میری پی کارت. بله مشکل من ایشونا به هیچ کس ربطی نداره. اون که سلر شیفت هم شد. با اجازتون ببخشین جسارت شد. چند دفعه بهت بگم با اینجور آدم و دهن به دهن نذار. من که حرفی نزدم، اون شروع کرد به مزخرف گفتن. خودم همه رو شنیدم. این بچه بازی ها چیه اکبر؟ یواشکی اومدن و قایم شدن نداره. اگه واقعا تصمیم گرفتی برگردی من حرفی ندارم. خب برگرد. کجا برگردم؟ تو آشپزخونه دیگه، سر کارت. مگه نیومدی که بیای؟ تو راست گفتی منصوری، اکبر مرد. آره مو اکبری که صبح تا شب پای ده تا اجاق یه ریز عرق میریخت تو آشپزخونه دیگه مرد. من نمیفهمم پس تو الان برای چی اینجایی؟ واسه اینکه بهت ثابت کنم اکبر واقعی نمرده و میخواد به زودی زود رستوران آشپز باشه واقعی رو درست روبروی این رستوران بزنه، یعنی اونجا. شوخی با مزه‌ای نبود. آره چون اصلا شوخی نبود. غیر ممکنه. چند روز دیگه مطمئنم لااقل این یه حرفتو پس میگیری. پس تو نمیخوای تمومش کنی؟ کاش تو شروع نمیکردی. شیش تاس نجیل، تاس نجیل. تاس نگرفتم آقا جون. شیش. ها بازم شیش. اگه چهار تا از این شیش هم توی زندگیت می آوردی وضعت این نبود. حالا شما به سبک عمه خانم منو چش کنه. خب امروز رو شانسم. ببین کیه در میزنه. کیه؟ کیه؟ منوچهر باش بیا در کمک. اومدی یا بیا تو درش بیا. سلام بر مرد خانواده. بیا تو کیم از شو بزن همینجه دست تسنش. یا الله برو تو کسی
سلام آقای مرزگان. سلام مخلصی. ارادت دارم بابا، تو دیگه کی هستی؟ دست من اونجا بستی. خبری اکبر؟ یه تکون به خود بده، اینا رو برده بر تو. بسه. بابا کیومرز، هوای پاک کوهستون رو ول کردی اومدی اینجا که چی بشه تو این شهر دود گرفت؟ این اکبر که قدر تو رو نمیدونه. اگه من رفیق مثل داشتم دیگه چه غمی داشت. ای بسا سنم گرفته بودم. به جان منو چر، کلی کار داریم. ما خراب رفاقتی. رفیقم باش، سرمو ببر. منم خراب رفاقتته. اندازاشم دقیق بگیر. یک متر و 30 سانتی متر عرض، خب 4.8 دقیقه میشه طول. خیلی خوب، بیا پایین. تموم. تموم شد؟ بعد فعلا اندازه‌شو گرفتیم تا طرح آماده بشه. چایی میخوریم؟ نه دیگه، مزاحمتون نمیشیم. فقط اگه اجازه بدیم ما چند تا عکس ازتون بندازیم بر طراح. کاش من میدونستم اقلا یه روسری بهتر یا خوش رنگتر سرم میکردم. نه نگران نباشین، ما کلاه سرآشپز رو سرتون مونتاژ میکنیم البته به وسیله کامپیوتر. خانم ها بفرمایید برای امتحان. بفرمایید. همه مواد اولیه اونجا آماده است. هر چی بخواید هست. خانم ها توجه کنین. توجه کنین لطفاً. هر کی رو پوش پیشبند آورده بپوشه. دستکش فراموش نمیشه. جعبه دستکش اونجاست. خوب همین بنداز. حالا ورتر. خب، خوبه همین بنداز. حالا دیدم سرخ بگید. میشه شما لطفاً بچرخین به این سمت؟ همین. خوبه. فکر کنم بس دیگه، به اندازه کافی گرفتیم. میخوام یکی دو روزه حاضر بشه، مثل اون یکی نشه ها. حداقل 3-4 روز طول میکشه. مگه نمیخوایم فقط عکس روش عوض کنی؟ فرق نمیکنه، کل تابلو باید عوض بشه. خیخا. بله. همه تو آشپزخونه آمادن، منتظر شمایم. میام الان. ببخشید شما هم کار دارین، سرتون شلوغه. چشم، ما میگیم دفتر، شروع میکنیم به کار، سعی میکنیم خیلی زود براتون آماده کنیم. این درسته. دست شما درد نکنه، به سلامت. پس من منتظر تماستون هستم. با اجازه. خدا نگه. خدا حافظ. خانم خیخا دارن میان. سلام خانوما. سلام. من مینو خیرخوا هستم، مدیر رستوران. قراره که شما توی این رستوران استخدام بشین و کار کنین. منتها شرط استخدام شدن شما توی رستوران ما داشتن دستپخت عالی و درجه یکه. بقیه صحبت ها در مورد حقوق و اضافه کار و مزایا و بیمه و اینجور چیزا میمونه بعد از اینکه توی این امتحان قبول شدین. ایشالله. خانم اول میخوام بدونم که کدوم یکی از شماها بلدین مرغ ترش درست کنین؟ ترش؟ هیچ کدومتون بلد نیستین؟ خیلی خوب، پس کارمون رو شروع میکنیم. شما خورش کرفس، شما خورش قیمه، شما خورش فسنجون. با مرغ درست کنم یا کوفته ریزه؟ با مرغ. شما تهچین، شما خورش قرمه سبزی، شما هم کباب. چه کبابی؟ کباب خان بختیاری بخن. بله، کباب بختیاری بزنیم ببینم چی کار میکنین. ماشه. خب، کارتون رو شروع کنین. خانم مهدوی، اون لیست رو به من بده. بفرمایید. بچه ها بیاییم بریم ما کمکشون کنیم ببینیم چیزی کم و کسر ندارن. سلام عزیزم. خوبی؟ خوبم. اینجا
جان چه خبره؟ دارین چی کار میکنی؟ بذار من حواسم جمع باشه به کار اینا، بعدم برای توضیح میدم. سلماز خانم، این دعوای مامان و بابا دیگه داره مضحک میشه. بگو کار کنه. کلی وقت از رفتن مامان به خونه جدید میگذره، ولی هنوز اون و بابا با هم آشتی نکرده. الان دلم میخواد برم سفت بغلش کنم، بهش بگم چقدر تو خونه جاش خالیه، بهش بگم تو این مدت که نبوده من چقدر متنفر شدم از اینکه چطور بعضی از پدرها و مادرها به راحتی از هم جدا میشن و حتی یه لحظه هم به سرنوشت بچه هاشون فکر نمی کنن. حالا میفهمم وقتی یکی از بچه های طلاق کلاس رو دست مینداختیم که با داشتن دو جفت پدر و مادر از هر کدوم یه زاپاس داره، چرا اون به این شوخی ما نمیخندید؟ نمیدونم مامان چه اصراری داره واسه مدتی که بابا نیست حتما یه سراشپز جدید بیاره. این بنده خداها رو بگو، فکر میکنن دارن صاحب شغل دائم میشن. اما خب این ماجرا یه خوبی هم داره، بالاخره به مامان ثابت میشه که هیچ سراشپزی نمیتونه جای بابا رو بگیره. آخه کیومرث جون، من چجوری برم با آدمای شراکت کنم که فرق گوش کوبیدن از سالاد رو نمیفهمن؟ من یه شریکی میخوام که زبون غذا رو بفهمه، این کاره باشه. اگرم قرار نفهم باشه وایسه کنه بذاره من کار خودم بکنم. غلط نکنم تو امروز میخوای یه کاری بکنی. حالا بهت میگم. بیام کمک. بفرمایید آقا جون، غذا حاضر دیگه. به 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 به، چه بوی آبگوش. بوشه جونه جون. به قرصه تقا جون، بفرمید. ماموریت تمام شد؟ دستورات مامان جونتون انجام دادین؟ خود شیرین آقا جون، روشه باز شما خوب نیست، دوغ زدم براتون، میجاش دوغ بخوری بدون نمک با کاکوتی، بادشکنم هست. اینو راست میگه، این دوغو بزن آقا جون، عجیب بادشکن. خدمت آقا جون خودم، بفهم. عجب بوی. کجا؟ مای تو قرار نبود بری اونو سنگک بگیری؟ چرا؟ ولی برو کجای برو اونو سنگک بگیری، بگو برشتش کنی. خمیر باشه من ترش میکنم. آی خواهر و مادر بیچاره ای، من از دست شما دوتا چی کشیدن؟ چی گفتی؟ منظور منم همینه، یعنی که شما دیر فرمودین من الان برم سنگکی باید تا شب توی صف وایسم. آقا منو چه؟ از این اونا کیسه ای نگیری یا؟ چشم، امر دیگه ای نیست اطاعت کنم. من میرم توی دفترم خانم مهتابی، شما بیاین اونجا. سلام ماما. سلام، کجا بودی دیر کردی؟ اوسرهیم آوردم رفت لوله ها رو ببینه. خب وای میستدی بالای سرش. خب من که سر در نمیارم از این کارو. مهم نیست کار بلد نیستی، وقتی بالای سرش وای میستی میفهمه کار صاحب داره درست انجامش میده. باش میرم، حالا برم یه چیز بخورم. داری میری تو؟ یالا بگو، آشپزخونه زنونه است. اوضاع آشپزای جدیدتون چطوره؟ زیاد تعریفی نداره. بله. با من کاری داشتین؟ مهتبی جان، بگو فقط کاظمی بمونه بقیه برن. خانم شاکره چی؟ کی بودی دقیقه سب کن؟ همون که مانتوی سرمه‌ای داشت. چرا چرا؟ بگو بمونه، بگونم بمونه. بله. پس هنوزم رستوران رو باز نمی کنیم؟ نه. بازم تلفن‌ها رو پیامگیر باشه؟ آره. ببخشید خانم مهتابی، خانم هستن؟ بله. سلام علیکم. سلام. ببخشید یه بنده خدایی اومده با شما کار داره. کی هست؟ خانم بفرمایید. سلام. سلام. این خانمه. سلام. سلام. آرزو هستم، آرزو رادمنش. خب آی جازه، ببخشید دیر رسیدم، آدرسو بلد نبودم، گم کردم. اومدی برای آشپزی؟
بله. بشین. کمرت درد میکنه؟ نه، چیزی نیست. خوبم. تو بارداری؟ بله. اما زوده هنوز. خیلی مونده. خب اینطوری که حیوانکی تو آشپزخونه از بوی غذا هلاک میشی؟ نه، عادت دارم. باشه، اگه خودت راحتی منم حرفی ندارم، ولی ما الان داریم از یه گروه خانوم آشپز و کمک آشپز امتحان میگیریم. شما باید با سرآشپزای ما امتحان بدی. فکر میکنم امشب این امتحان رو بگیریم. به شما خبر میدن. ممنونم که این فرصت رو بهم دادین. تو سرآشپز یه هتل تو خارج بودی دیگه، نه؟ همونی؟ بله. به سلامت. با اجازت. مهتابی جان، تو هم برو تو آشپزخونه کمک کن. برو. بله حتما. میشناختینش ماما؟ نه، ولی اگه نصف حرفایی که در موردش میزنن درست باشه، بهترین سرآشپز این مملکته. به پای بابا که نمیرسه. 80% سرآشپزای دنیا مردن. بیشتر کتابای آشپزی رو هم مردا مینویسن. خب حالا شاید هم خوب باشه. به این بنده خداها گفتین که کارشون اینجا موقتیه. نرم برنامه ریزی کنم بعدن حالشون بد بشه. گناه دارن ها. برای چی موقت؟ ما اینجا آدم موقت نمیخوایم. سارا جون بلند شو اینجا بیکار نشین. برو تو آشپزخونه مدارک این دو سه نفری رو که گفتم بمونن بگی ورده بیار. رستوران رو باز میکنیم. باز میکنین؟ چرا نکنیم؟ مگه نمیخواستین اینو امتحانش کنی؟ حس میکنم این دختره کارش باید خوب باشه. آقا من خونه تشریف داریم؟ آره خونه منم. چه خبر؟ والا یکی از بچه ها از آشپزخونه خبر داده که خانم یه سرآشپز جدید آورده. از امشب هم رستوران راه میفته. ببخشون آقا ما چیزی گفتین؟ نه نه با خودم بودم. خب آره دیگه، میگن یه سرآشپز توپ هم هست. کی هست حالا؟ والا نمیدونم، میگن از فرنگ اومده. جدی میگی؟ آره آره موثقه. آفرین اینو خانم. ببین دستی جان جانم قد که کردی زودی زنگ بزن به اکبر. آه باشه باشه حتما 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 الان بهش زنگ میزنم. همه ماجرا رو براش تعریف کن، خودت هم پیازدغش زیاد کنه واسه هست چی میگم. آره آره باشه، خوبه، اینم خیلی خوبه. دمت گرم. ببین اسی دیگه چه خبر؟ خبری نیست، اما امانه. اگه خبری چیزی شد و پرنده رو آسمون پرزد، زودی زنگ میزنی بشه میگی. آها خیال جمع باشه. دمت گرم اسی. یه خبر خوبی برات دارم، یه پنیر مرغوبی قراره هم مزار شریف برام بیارن. آه چه عالی، دستت درد نکنه، خیلی ممنونم. آره وقت دارم. خب باید برم، خداحافظ. تعطیل آقا. رستوران فعلا تعطیله. چرا؟ نوشته دیگه، تعمیرات و اینجور چیزا. نهاش دارن تعمیر میکنم. بخونه خسته نباشی حسین. تموم شد؟ آموس از اکبر آقا چه خبر؟ والا من که مدتی ازش خبر ندارم. آخه اسینا هم تو آشپزخونه نبودن، واقعا به خاطر لوله موله ها تعطیل کرده بودین. لوله های که چیزیشون نبود. اکبر آقا که نمیاد، اسی اینام به هوای اون قهر کردن. خانوم هم گفته آشپزا رو عوض میکنه. از من نشنیده بگیری یا پیش خودمون بمونه. عجب،
تو رو عوض نکنم. نه بابا، من که یه دربون سادم. آخ 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 این بنده خدا رو بگو. این کیه؟ خواستگار دختر بزرگه اکبر آقاست. رستوران چرا تعطیله؟ ای بابا، این که حکایتش طولانی. آقا تیردار سلام. سارا خانم سلام. ایشون همین الان اومدن؟ بله دیدم که اومدن. خوبی؟ بفهمین تو. ممنون، نه خوبه. داشتم برای آقا تیردار تعریف خانواده شما رو میکردم. به خدا از خوبیتون هر چی بگم کمه سارا خانم، بازم کمه. خیلی ممنون آقا موسی. بیا تو، مامان هست. راستش اومدم باهات یکم خصوصی یه حرفایی بزنم. اتفاقی افتاده؟ نه نه نه، چیزی نیست، همینجوری. ترسیدم بابا. میشه بریم بیرون یه جایی با هم حرف بزنیم؟ البته اگه وقت داری. ها رستورانم کسی نیست، اگه میخوای بیا تو. روم نمیشه. ممنونم. میشه بریم بیرون مثلا؟ راستش باید اینجا باشم. آخه یه چند تا آشپز جدید اومدن دارن امتحان میدن و اینا. اینه که کمی مامان میخواد امشب رستوران رو باز کنه و اینا دیگه. واسه همین دست تنهاست، من باید باشم. پس باشه یه وقت دیگه و اینا. مزاحمت نمیشم. نه آخه تو زحمت کشتی این همه راه اومدی، زشته. نه نه، از این طرف هم راحت میشدم. گفتم بیام ببینمت. مهم نیست. باشه یه وقت دیگه. فعلا کاری نداریم. حالا تماس میگیرم دیگه. خیلی خوب باشه. خیلی ممنون پس. خداحافظ. خدا. سلام برسون به همه. راستی تو هم سلام برسون. برو دیگه. خداحافظ. خداحافظ. حالا زنگ بزن اگه خواستی. باشه، خداحافظ. باز میکنیم سارا خانم؟ بله. خدا رو شکر مثل اینکه مامان از آشپزای جدید خوشش اومده. خدا رو شکر. بوده منو چه؟ تکو بخور بابا جان، بعدش یه چند تا میزن بیار. آه ماشالله، بارکلا پسرم. آقا جون، شما چرا دم در وایسادی؟ دارم نظارت میکنم کارتو درست انجام بدی. اینقدر بار نزن بابا جان، آخه میز و صندلی بردنم نظارت میخواد. میخواد میخواد. اجا منو شرخان، هنوز کلی کار مونده. بابا یکی با ما میگه اینجا چه خبره؟ اگه تولده، تولده کیه؟ این همه میسندلی واسه چیه؟ امشب یه مهمونی تاریخی داریم. مهمونی تاریخی؟ کیا میان تو این مهمونی تاریخی؟ حالا میبینی، عجله نکن. خب بگین کیا میان، شاید من یه دستی به سر روم کشیدم ها؟ اتفاقا برو یه دست به سر روت بکش. خدا رو چه دیدی؟ شاید به تو هم خوش بگذره. من امشب میخواستم برم اون خونه ها. اون خونه واسه چی؟ تنوعی، اونجا هم که ندیدم تا حالا. برم ببینم فنگشویشون رو درست انجام میدن یا نه. دلم هم برای بچه ها تنگ شده. خب اگه اونا بیان اینجا گیر دادی ها. خب میخوام برم آبجی ما ببینم. خب بس برو. نه خب حالا میمونم، هستم کمکتون میکنم، فردا میرم اونجا. پس کمک کی مرز کنیم این صندلی ها رو بچین، منم غذا رو ردیف کنم. بله چشم، هرچی شما بفرمایید. رئیس شمایی؟ به جان منو چه. فرمایش
فریادهای گوردون استراکن. اینجایی وقتی پنور آرنج دست راسته. سلام اکرم خان، برای چه خاموشش کردی؟ خوبیت نداره بنده خدا مهمانه، کمرش درد میکنه فوتبال ببینه. به دنیا رو آب ببره، شما باید فوتبال تماشا کنین؟ نه من خوبم. نه بابا بدنت گرم و حالی نشی میگی تو. دوباره به من بگیم ببینم معامله رستوران دادشم واسه چی بهم خورد؟ من عرض کردم خدمتون آقا هومن به اکبر آقا گفتن اینجا رئیس کیه، اونم بهش برخورد صندلیم خورد تو کمر ما ناغافل. خب معلومه بهش برمیخوره، زنش مصاحبه میکنه میگه من رئیسم، تو هم میگی من رئیسم، تو غلط کردی گفتی من رئیسم، زن بلدی رئیس باشی؟ من گفتم رئیسم؟ من همچی حرفی زدم؟ کورمانده چرا خودت دری بره میگی؟ نه کورمان تو خاشین خسته نباشه، بلند شین بریم دست و پاشو ماچ کنیم پیداش کنین. اکرم خانم میخوای الان ما کجا بریم؟ بنده خدا مهمانه کمرش درد میکنه. بلند شین دیگه. جان تو اکبره دور ما زد چیک به خوشکی شانس. با بریم سر از کارشان در بیاریم بینیم آخه چه خبره اونجا. اینا رو میشنفت آقا من؟ آره بابا همه فامیلا مانه. چیکار دارن اینجا؟ من چی میدانم؟ نکنه اکبرم اینو با هم دیگه آشتی کردن، بیچاره میشیم جوادی ها. برو بر چی بگم من؟ چن اومدن؟ جان تو ای افشار ها، این هم فامیلای اکبر همون پول داراس ها. من باید برم ببینم اینجا چه خبر. اگر میخوای ببینی چه خبره به نظر من یه را بیشتر نداری، باید در بزنی بری تو خونه. آخه برم اونجا بگم چی؟ چه میدونم، برو بیفو پک پراخه بگو غلط کردن من اینجور حرفا دیگه. به چی تو؟ من برم میفتم خب پایی برادر سنم بگم غلط کردن. بیرو اومد پس جواب اکرم خانم هم خودتون بدین، من که دیگه طرفای خونه شما پیدا نمیشه. راست میگی یا من برم بینم چه خبره جوادی؟ ولی نری یا سویچ رو ماشین جان تو. باشه دمت گرم. Thank you.
وقتی چایی نیست برنج از دست میره. احبه آقا هومن کم پیدایی؟ به جان بابا شما چه خبر اینجا؟ خبرهای خوب باش اومدیم. نبینمت اینجوری حیرون هومن آقا جون. اکبر آقا گفت نمیای خونه که. چرا نیام؟ من جلسه بودم، اکبر خودش در جریانه. کجاست خودش؟ رفته پیش مهمونا. تو در دختش نگاه کن. آخه تو این کاره ای دست بالا خودت هم میشه. بده من اینو، بده من به این داری اونم بده یا بگیر. ای جان چه گولی انداخته ای زغالا. خوب پار میکنی داری خودتا. کیومش بجوم داداش قضایی من سرد نشه. سلام اکبر آقا. تو اینجا چیکار میکنی؟ دسته درد نکنه خالد، یه مار دور میزنی میری سراغ فامیلای خوده؟ اینجوریه؟ شما وای نسته داداش، برنجت دم کن. باشم اکبر جون، برم آب روغنش درست میکنم. این کجاش دور زدنه؟ تو میخواستی یه ده نزول خور شریک بشن؟ من گفتم اگه قرار پولی برسه به فامیلم برسه. اکبر جان کلنگ این رستوران بدون من زده نمیشه، یعنی من نمیذارم. ببین صفتر، من حساب اون آبجی طفل معصوم هم میکنم و الا همچی میذارم تو سرت که عینه اون گفته بشی. تو منه نشناختی اکبر جان. من اگه تا حالا بشد چیزی نگفتم واسه خاطر این بوده که اکرم خانم چی دلگیر نشه. از این به بعد دیگه واس فرق میکنه. آقا هومن حیا کن. تو چی میگی؟ تو اوور منه ندیدی برادر من؟ یعنی هیچ کدامتان اوور منه ندیدین؟ اوور من خیلی خطرناکه. من اینجوری نگاه نکن. حالا تو چیکار میخوای بکنی؟ بکن اینم. چیکار میکنم؟ هوار میکشم، آبرو برای هیچ کس نمیذارم. من اینجوری نوکرتم اکبر. خدایی شکبر دلم برات یه ذره شده بود. جریان این مهمانیه چیه؟ بری چی به ما نگفتی نوکرتم؟ بیا برو بیرون تا قیمت نکردم. راستی راستی برم؟ بیرون. چشم میرم. دست درد نکنه؟ باشه برو. باشه بابا رفتم. خوبکن چی شد؟ ده نفری ریختن سرم نامردا. نگو جان تو بساطی اون تو همه فامیل جمع کرده، نمیدانی چقدر غذا درست کرده، همه مایه دار. غلط نکنم میخواد پولشنه بگیره یه شرکت سامی با مسئولیت محدود بزنه. آقا این رستوران قسمت ما نیست، ببریم آقا شد. کجا برم؟ یه عمر من نقشه این رستوران کشیدم، حالا بزنم اونا سودشه ببرن؟ تا حالا او هیچی. جواب زنه رو من چی بدم جوادی ها؟ ول کن آقا اومد، این دفعه میزنن یهو. جوادی این رستوران بدون من پا نمیگیره. حالیش میکنم حالا میبینی. باز چیه؟ دست درد نکنه اکبر جان. بعد یه عمر زندگی صادقانه و سراسر پر از صفا و صمیمیت به آبجیت اینجوری ما را خونت بیرون میکنی. دست درد نکنه. گفته نداره اکبر جان، ولی تو آمدی خانه ما، ما اینجوری رفتار کردیم، کم بشت محبت کردیم. ببین صفتر،
من الان گرفتارم، بعدن خودم حسابت میرسم، الان وقتش نیست. اکبر جان ما با هم حسابی نداریم که. آبجید من فرستاد یه حالی ازت بپرسم، بعد کاری کردم دست رو ما بلند میکنی جلوی همه آدم. حیف از اون خواهر نازنین من که عمرش رو گذاشت پای تو. منم همینه میگم دیگه. بیا برو تو. نمیام اکبر. بیا برو تو. جانتو نمیام. پس راتو بکش برو. اکبر میام ولی زود میرم، آبجید نگران میشه. برو یه گوشه ساکت بشین حرفم نزن. با نبرد دلیران چه کار؟ با دو تا حرکت دیگه چی شما؟ بازی کنیم. سلام. سلام. خیلی خوشحالم. قربان شما. قدم رجی کردی. خوش آمدی. بله. من فکر میکنم که ما امشب برای این دوره هم جمع شدیم، شاید که انشاءالله با کمک همدیگه یه رستوران قوارداری به مدیریت آقای عالی مقام بزنیم. در جهان امروز دیگه هیچ کس تنهایی نمیتونه کاری بکنه، همه باید با همدیگه یک کار نشده گوشه بشینیم. بله بله. بنده خیلی مزاحم اوقات شما عزیزان نمیشم. قصه روشن، شما به من اطمینان دارین. بحث سهام خریدن و دون گذاشتنم که میدونین چطوره. آقای منوچهر خیرخواه توضیح دادن، بازم اگه سوالی هست ایشون توضیح میدن. و اما قصد بنده از این مهمانی امشب اینه که شما با انواع غذاهای اصیل ایرانی که ما در رستورانمون سرو خواهیم کرد آشنا بشید. ببخشید آقای عالی مقام، یه سوال داشتم. بفرمایید. همه ما از دستپخت و آشپزی شما اطلاع کافی داریم. و طبق مصاحبه خانمتون که با تلویزیون انجام دادن، شما هر کاری بلد نباشین آشپزی رو بلدین، ولی اصل مدیریته. ببخشید خانم، شما اگه به مدیریت من شک دارین میتونید تشریف ببرید. شکو خانم، شما اجازه بفرمایید اکبر آقا صحبتش تموم بشه، بعد هر سوالی دارید بپرسید. ایشون چه هنوز شروع نکردن که. عرض میخوام اکبر آقا، اگر شما با مدیریت آقای عالی مقام مشکلی دارید تشریف ده همین الان ببرید. منظور خانم بنده این نبود که شک داره، مسئله اصلی این بود که چجوری باید سهام تهیه بکنیم. بله عرض میکنم خدمتتون، هر سهم یه میلیون تومان، هر کی هر چقدر بخواد میتونه از آقای منوچهر خیرخواه سهام بگیره. اکبر آقا من که فقط یه میلیون تومان پس انداز دارم، پس تقریباً چی؟ عیبی نداره دایشون، شما یه دونه بگیرید. آقا منوچهر بس لطفاً یه دونه برای من بنویس. جانم دایی جان چشم، اسم شما همون اول با یه سهم نوشته میشه. بله. خب آقا کیومرث لطفاً غذا رو سرو کن. دوستان عزیز با قاشقایی که خدمتتون هست میتونین غذا رو بچشید. سرخان بفرمایید چای. خیلی ممنون. بفرمایید. ممنون. سلام استخان. پس این چرا نیومد؟ هنوز هشت نشده خانم. خانم خیلی عذر میخوام، ببخشید ها. شما فکر میکنید این سرآشپز تازه از فرنگ اومده میدونه یه غذایی درست کنه که بشه بخوری؟ کلاتو صاف کن. چش. گفتی خانوما کی بیان؟ خودتون فرمودین نه خانم.
فردایی که امشب باهاش ازتون پذیرایی میشه میتونه مطمئنتون کنه که ما در رستورانمون با امید خدا ضرر نخواهیم. و اما عرض بنده اینه که شش ماه اول هیچ، اما از شش ماه دوم افتتاح شما هر ماه میتونید از آقای منوچهر خیرخواه بیلان ببرید. ایشون بهتون خواهد گفت که سود چیه زیان چیه. زیان چرا اکبر آقا؟ من قرار زیانم باشه تو کار. بالاخره خانم رزق روزی دست داره، بخواد سود میده نخواد نمیده. اگه زیان باشه من نیستم آقای اکبر آقا. چی داری میگی؟ رستوران اکبر آقا با اون غذاهای خوشمزهش ضرر و زیان نداره، قلقله میشه. آقا من میشه لطفا این غذا رو بدید. اون غذایی که دارید میل میکنید اسمش از قلیه میگو که مخصوص خودمه، حتما ایستایی درباره شد. میشه دستور پخت این قلیه میگو رو به من بدین اکبر آقا؟ دستور پختشو بله، اما یه سری سبزیجات محلی توش به کار رفته که متاسفانه جز اسرار کاریمه. اجازه بدین که نگه. خواهش میکنم. چه نوادی دون بولید هم کجا آمدی تو دو؟ بای خانم آقا سر خودم آمدون دو خوشت شد کن. بد نکزر آقا آقا منوچهر با این هست و بقیه غذا رو دوزید. الو، الو، ما رسیدیم پایین پله ها. آره بیا بیا. اومد سلام. طرف هنوز نیومده. طرف چه جوریه؟ چی کار است؟ میگن خارجه اومده. سرآشپز یه رستوران مدل بالا بود. ایرانی پزه؟ والا اونطوری که خانم خیرخواه میگفت همه جور پزه. نمیدونی چرا نیومده؟ نه، من که نیدم بیاد. جوونه، پیره، چریختیه، ایرانیه، فرنگیه. من چه میدونم دیگه چه فنتیه. چی رو میدونی تو؟ هیچی. من رفتم با بله یکی اینجا میبینه فکر میکنه من آدم فروشم. باشه برو. اینم قد خودمون بیشتر نمیدونه، الکی آب روغنت داری اضافه میکنه. خیلی خوب برو زودتر با آقا خبر بده. خوش بستی شاگرد شما. سلام سی جان، چه خبر؟ خبری تازه داری؟ نه، همونی که عرض کردم آخرین خبر آقا. جریان سراش پس فرنگیه رو گفتی به اکبر یا نه؟ نه واسه همین اومدم دیگه. سر خود چرا قدیر و خبر اون جانسی بود بشت گفتم زود بشش بگو دیگه. باشه برو تو اتاقه، برو برو اونجا بشش بگو. بگو برو. سلام قربان. سلام. کجایی شما؟ پس چرا انقدر دیر کردیم؟ عرض میکنم قربان، بچه ها لو دادن یه سراشپز فرنگی داره میاد جای شما. رستوران را بندازه نامرد. سراشپز فرنگی؟ بله آقا، بله.
عجب روزگاری شده. مرده سراشپز زنم مگه داریم؟ تا بوده سراشپز مرد بوده دیگه. دیدینش؟ طرف جا زده یا هرچی، فعلا خبری ازش نیست. رستوران رو هواست، خانم خیرخواه مونده معطل که چیکار کنه. عجب که اینطور سراشپز فرنگی. خیلی خوب، شما برین جمع جور کنید، دیگه میگه وسط حیاته، جمعشون کنید. چشم آقا. چشم آقا. اکبر آقا نباشه اون رستوران تعطیله. یعنی اون چه شما رو گرفته. الو. بله. سارا کجایی؟ سلام، پیش مامان. چه خبر؟ هیچی، سلامتی. راسته که مامانت رفته واسه رستورانش یه... واسه رستورانش چی؟ هیچی، فعلا باشه. بعد کارمانت که تموم شد زود برمیگردی خونه. زودا. باشه، چشم. اومدی. بابا خبرای اینجا نمی گرفت؟ نه. سلام. سلام خانم. ترافیک این موقع شب تهران حساب نکرده بودم. بعد از این حتما حساب کنین. بفرمایین توی آشپزخونه کارتون رو شروع کنین. شما هم کمکشون کنین. من 5 تا خانم زبده رو دعوت کردم. میخوام برای غذایی که میپذی 5 تا نمره 20 بگیری. همه چی آماده است. یه ساعتم وقت داری. باشه. این بوی چیه؟ این بوی بوی گله پاچه است. بوی چی؟ گله پاچه. ببرینش بیرون. بیرون. بیرون؟ واسه چی؟ شما چطوری دلتون میاد دوتا چشمی که تو بشقاب داره نگاهتون میکنه رو بخورین آخه؟ چشما که به ما نگاه نمیکنه که. بیرون، خواهش میکنم. ببخشید شما؟ ایشون سرشپز جدید دن آقای عبدی. کله پاچت رو میبریم بیرون یا برم به خانم بگم؟ سلام عرض کردم خانم. ببخشید. چرا زودتر خودتون معرفی نکردید؟ عذر میخوام. خیلی عذر میخوام. حتما چشم. مشکرشون. ببخشید. قولم. یکی هواکش رو روشن کنه لطفاً. الان من روشن میکنم. با این بوی بد چی کار کنیم؟ خانم عجله کنیم، یه ساعت بیشتر وقت ندارین. خب با یه پتش شروع میکنیم. بفرمایید، مسابقه اینجاست. سلام، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. خیلی خیلی خوش آمدید. بفرمایید خواهش می‌کنم. راهنماییشون بفرمایید. سلام علیکم. خیلی خیلی خوش آمدید. ممنونم، قبول زحمت کردیم. بفرمایید. آقا موسا، برو تو آشپزخونه به خانم مهتابی بگو داورا اومدن. چشم خانم.
خانمای محترم، یا الله، سلام علیکم. سلام. خانم مهتابی، خانم خیرخواه گفت من به شما بگم داورا اومدن ها. باشه، ممنون که خبر دادی. خانم سولماز، من با شما یه کار خصوصی دارم. با من؟ بله، تشریف بیارید. بفرمایید. ببخشید، برای بچه های کله پاچه باید گذاشته بودم. چی شد؟ تموم شد؟ نه، خانم گفت ببریم بیرون. بیرون؟ کدوم بیرون؟ اون بیرون. بذار از اون کوکو دو رنگه ببرم میگید. اکبر آقا، تنها نشستی؟ چیزی شده؟ نه، چیزی نشده. خب پاشو بیا بریم پیش فامیل. خوبیت نداره ها؟ ولشو کن، یه کارو کن، زودتر خلوت کنم برم. خودت هم با اوسسی رحمت زودتر خونه رو جمع جور کنی. باشه، هر جور تو میگی. ولی تو یه چیزیت شده. الو منوچهر. سلام آفجی. به نظر من تو کار اکبر آقا حق نداره. اونجا چه خبره؟ دست و پنجهش تلاس ماشالله. ماشالله اکبر آقا. اکبر آقا کی بود اکبر صدا زد؟ بدون بلنگو هم میشه حرف زد؟ صدا همسایه رو اذیت میکنه خانم زندی. داشتم دنبالتون میگشتم. آخه من که جایی نرفتم، من همینجا هستم دیگه. بفرمایید غذاتون. بفرمایید. میگم کی بود اکبر صدا زد؟ منو چه؟ الو اکبر آقا، گفتین از من غذا چیه؟ کوکوی دو رنگ. چه جوری پخته میشه؟ حالا یه جور پخته میشه دیگه. اکبر آقا، نگفتین قیمه نسا رو چطوری درست میکنه؟ شما بفرمایید بخورین خانم. حالا اصلا توضیح دادن ندارم. با چرا ناراحت شد؟ چرا؟ پس خانم خیرخواه کجا رفتن؟ الو منوچه، زود بیا دم در ببینم. بله من دمه دارم. چی خیال کردی؟ سلام. اینجا چه خبره؟ سلام بسی. میگم اینجا چه خبره؟ کی اینجاست؟ دیگه کسی نیست. اکبر آقا نمیدونم یه ها چه شد، بقیه هم بهشون برخورد، همشون رفتن. دیگه کسی نیست، تموم شد، بریم تو. جواب منو ندادی. بهت میگم وقتی من تلفن زدم اینجا کی بود؟ هیچکی، غریبه نبودن، همه فامیل بودن. جدا؟ چه خوب. بابا فکر بد نکن، همه فامیل جمع شده بودن دونگ بذارن برای رستوران اکبر آقا. دونگ؟ آره، سهام و اینجور چیزا دیگه. وقت تو هم وردست اکبر شدی و بورس رو انداختی. آره؟ پس خبرها به شما رسیده. معلومه که رسیده. شما آب بخورین، من خبردار میشم. چی خیال کردی؟ شک ندارم. کاسه گدایی دست گرفتین. آره؟ پس خونه نشین بشه. خب باید یه کاری بکنه دیگه بنده خدا. خوبه، بالاخره تو هم کار گیر آوردی داداش. امری نیست. بگو آقا جون بیاد ببرمش خونه، نمیخوام تو این سن و سال بچه ای طلاق باشم. آقا جون حرف منو گوش نمیده، خودت هم خوب میدونی. همه این مصیبت های من یه طرف،
دعوای مامان بابا هم یه طرف. اینا کیان؟ این دارو دسته پریناز ایکبیلی واسه چی اومدن خونه من وقتی من خونه نیستم؟ گفتم که با شوهرش و برادر شوهرش اومده بودن برای خرید سهام رستوران. بی جا کردن پشت رو گشتن تو خونه من. مینو جان صبر کن. مینو آقا خسته ریاله یا تومنه؟ تومن بابت 28 سهم از سهام رستوران شعبه 2 آشپز باشه. مبارک باشه انشالله. بعدی. سلام آبجی. سلام علیکم اینو خانم. بعدی چی مرس چون بعدی رو بخون. بعدی چک پول داره و یه چک آقای رسول بی پناه. چقدر پولش؟ اینجا که نوشته 17 میلیون. بنویس رسول بی پناه 17 سم. آقا جون بلند شین پاشین لطفا بریم خونه. چیه؟ اومدی آشتی؟ بالاخره سرت خورد به سنگ؟ میریم خونه. من تا خانجون شما نیاد دنبالم نمیام. فعلا بریم خونه ما اونجا حرفشو میزنیم. بعدی رو بخون کیمسو. بعدی آقای نظامیان مبلغ چک از 16 میلیون. البته تاریخش برای 8 روز دیگه است. اب نداره. بنویس آقای نظامی ها 16 هستم. خانوم چرا تشریف نیاوردن؟ آتیش که دست ایشونه همیشه. مومنه؟ از راه دور مدیریت میکنن؟ ها شما به خواهر بدبخت من چی کار داری خانوم؟ دعوا داری به من بگو. دعوا نداریم. شما فرمودین دادگاه؟ منم گفتم باشه. هر وقت بفرمایید در خدمتم. بله مینو جان من آمادم بریم. منو چر کراس ها که من از بالا بیار پایین. جروبام هم شستم تو حمامه. بله آقا جون هنو میاره. فردا وکیلم رو میفرستم خدمتتون. منتظرم. ببخشی زحمتتون دادم. خواهش میکنم آقا جون خونه خودتونه. اون وقت ببینم کیه که جا میزنه. باشه میبینیم. باشه همین فردا. اگه ما معطل کنیم میشینم نمیام. بریم دیگه. اجازه بدین آقا جون. نه خیر اجازه نمیدم. مگه شما نیومده بودی دنبال من؟ چرا الان میریم؟ من اصلا نمیام. همینجا میمونم. منو چه نمیخواد اون ساک منو بیاری. بریم آقا جون بریم. بفرمایید. بیا آقا جون درد سرم. ساک مخلفات بفرمایید. خیر پیش. باز داغ کردی عزیز. آخه بگه جواب ندم بعد میری میشین مصاحبه میکنه میگه فلانی جا زد. مینو جان اکبر آقا زنا همیشه هم همینن. ولی شما کنی هم خواهد دنیا رو بریزم به حساب خود شما. آقا هومن ببخشید. آقا هومن اکبر آقا با منه. شما اخیرا نقش خودتون و خانومتون رو با هم بازی میکنی؟ آبجی جان جان منو چرا بی خیال شو؟ چرا بی خیال؟ بذار بگه. اکبر آقا جون بشین بشین عزیز. بگید خانم. اما اگه دلش شنیدن داری منم حرف دارم بزنم. آ من نه حرفی برای گفتن دارم نه میخوام حرفی بشنوم. پس چرا هی میری میای پار دومه ما میذاری؟ شما چیو میخوای ثابت کنی؟ میخوام ثابت کنم رستوران من زدم. من رونق دادم. من بزرگش کردم. اکبر آقا زیر بار این همه من له نشی. یه عم شما منم زدی حالا نوبت ماست. من میخوام بدونم این رستوران با مدیریت سرکار خانم به کجا میرسه. مطمئن باش که خیلی خوب بلدم چی کارش کنم. تا اگه بلد بودی که ادارش میکردی. چرا تعطیل کردی رستوران من خوبی رو؟ هیچم تعطیلش نکردم. 2-3 روز بستمش برای تعمیرات. اون رستوران نیاز به تعمیرات نداشت. ما باید خودمون رو تعمیر میکردیم. البته منظورم شماست. حالا وقتی راش انداختم اون وقت بهت ثابت میشه کی باید تعمیر میشد. 2-3 ماه دیگه 2 نفر آدم دور برت پیدا نمیشن.
خیال کردی با سرآشپز فرنگی میتونی منو دور بزنی؟ شک نکن دستش تلاس. شما یادت رفته من 100 جور این سرآشپزای از فرنگ اومده رو امتحان کردم، یکی در میون چخونم. اونش دیگه به خودم مربوطه. شیطونه میگه لا اله الا الله. اکبر آقا، آبجی جان، خواهش میکنم. اصلا میدونی چیه؟ من همینجا میمونم. حالا که اینطور شد من از جام تکون نمیخورم. این ساکه منو ببر بالا بنوشه. نه آقا جون، اجازه بفرمایید. مینو جان، مگه نمیبینی آقا جون خسته از سر پا وایساده؟ ببر دیگه آقا جونو، بفرمایید. پول میخواستی؟ میگفتی بهت میدادم نمیرفتی سراغ فامیل. هم اونا هم این رفیقات تو رو به خاک سیاه میشوننت. من عادت دارم از صفر شروع کنم. مینو جان، آب جی، بفرمایید. خواهش میکنم. شب بخیر. باشه بریم دنبالشون دیگه. اکبر آقا دست درد نکنه، خوبه جلوش در آمدی. یا شما تو دعوای خانوادگی ما دخالت نکن. باش. هیچ وقت دخالت نکن. چشم اکبر آقا، فشارم افتاد. حالا جلسه چرا گذاشتی؟ چی بگم خانم جون، مامان بابا ما رو گذاشتن سر کار. الو فرهاد، کجا این پس؟ دم دری معلوم میه. اه خب بودو این دیگه. کجا؟ همجا دم درن رسیدم. اومدین؟ بیاین تو. بابا یه ور، مامان یه ور. معلومه بچه هم هر کدوم یه وری میشه. سلام. سلام. سلام خانم جون. سلام. سلام خانم جون. سلام عزیزای دل. الهی بمیرم. خانم جون، الهی من قربونت برم. دیگه اشک و آه نداره که، کار از گریه و این حرفا گذشته. شما رو ببینم سفیل و سرگردون، بی پدر بی مادر. اشکم نیاد؟ خب راست میگه دیگه سارا جون، من نمیدونم چرا این روزا همش دلم میخواد گریه کنم. بی خیال آب جون، تو نه تا به گریه بیفته دیگه تمومی نداره. خیلی خب بفرمین بشینید. بشینید بچه ها، بشینید. جلسه ستاد بحران تشکیل دادی سارا؟ بله بشینید. خیلی خب اینقدر صدا در نیارین، حواستون هم به حرفای من باشه. ببینین بچه ها، مامان و بابا دیگه دارن جدی جدی از هم طلاق میگیرن. یعنی دعواشون به جاهای باریک رسیده. مامان بی اجازه بابا رستوران رو ریخته به هم، بعدش هم داره سرآشپز و کارگرای جدید استخدام میکنه. منو رو چی؟ منو رو میخواد عوض کنه؟ معلومه دیگه، میگه داره سرآشپز عوض میکنه. ایوا یعنی چی؟ اجازه بده لطفا. مامان که هیچی، من خبر موثق دارم که بابام داره یه رستوران جدید میزنه. خوشحال شدی؟ این یعنی دارن خرجشون رو واسه همیشه از هم سوا میکنن. میدونی یعنی چی؟ حالا باز خوشبختانه بابا با آقا و من دعوا شده، معامله به هم خورد. من خبرشو دارم. فعلا به هم خورد. آقا هومن و عمه اکرمو که میشناسین، ول نمیکنه. بله. اینقدر گیر میدن تا بالاخره بابا رو به راه بیارن. اصلا وایسین ببینن. چه اشکالی داره ما دو تا رستوران داشته باشیم؟ والله. مثلا رستوران های زنجیره آشپز باشی. نه، یه اسم جدید. فرهاد جان، اگه بابا و مامان با هم بودن میشد رستوران های زنجیره ای. ولی الان یه حلقش کمه، دیگه زنجیره ای نمیشه که. چقدر ما بدبختی. حالا ما هیچی. خانم جون خود چونو بگو دعواشون شده زدن به تیپو تا به هم. شیرین؟
برای چه قضیه خانم جون آقا جونو میکشی وسط؟ اونا فرق میکنن. ببخشید خانم جون، معذرت میخوام. ما الان اومدیم اینجا که ببینیم چه جوری میتونیم مامو بابا رو به هم وصل کنیم. وگرنه دیگه کارمون ساخته سا، میشیم بچهای طلاق و تمام. دیگه دیر شده خواهر من. ما باید به فکر بعد طلاق باشیم. یعنی باید بشینیم نقشه بکشیم ببینیم بعد طلاق باید چیکار کنیم. فرهاد جان اینقدر قضیه رو ساده نگیر لطفاً. من ساده میگیرم؟ نه پس من ساده. فرهاد جان شما لطفاً میوه‌تو بخور. یکم هم ساکت باش. خب بگو سارا نقشه چیه؟ کدوم نقشه؟ پس گفتی ما بیایم اینجا دورم جمع بشیم که چی؟ سعید جان خب مامان و بابا دارن از هم جدا میشن، ما که نمیتونیم بشینیم دست رو دست بذاریم که، واسه همین گفتم شما بیاین اینجا دیگه. میدونم اینو، میگم باید چیکار بکنیم. من میگم برین بگین اگه شما آشتی نکنین قهر میکنه میایم پیش من. خانم جون اون از خداشونه که ما بیایم پیش شما، تازه اینجوری خیالشون هم راحت تره. پس میگیم آتیش میخوریم، یعنی آتیش میزنیم خودمونو، یا اصلا خدای نکرده یهو سم میخوریم که بمیریم یهو. فایده نداره، خودکشی دیگه قدیمی شده. الان هر کی خودکشی کنه روانشناسا میگن مخش معیوب بوده طرف. باعث آبروریزیه بابا، زایه بازیه. بچه‌ها لطفاً اجازه میدید منم حرف بزنم؟ بگو سارا جون چیزی میخواستی بگی؟ بله ببینین ما باید که یعنی خب من میگم بابا واسه چی باید از یه مصاحبه تلویزیونی مامان اینقدر عصبانی بشه که اینجوری با هم قهر کنن؟ بگه تفلک مامان بیچاره چی گفت؟ ببخشیدا ولی شما رفتی طرف بابا ها. خب نمیشه که بابا رو تنهاش بذاریم، یکی باید مواظبش باشه. فایده ای نداره، اونا چند روز دیگه میرن دادگاه طلاق و طلاق کشی و فعلا نمیتونم. واسه چی؟ اینا چیه؟ من تمام مداره که بابا مامانو بلند کردم، شناسنامه، پاسپورت، سند خونه، حواله ازدواج. من به خاطر انسانیت دست به سرقت نوجوانمردانه زدم. قرار بود امشب رستوران افتتاح بشه اما نشد. دست تنها بودم و عقب موندم. همیشه همه چیزو نمیشه از اول و تنها شروع کرد. Thank you.